خزانه عجیب روز قیامت. حالا فکر کردین که اگه اتفاق غیر منتظره‌ای برای زمین رخ بده و ما انسان‌ها زنده بمونیم چه سرنوشتی پیدا می‌کنیم؟ اگه کمی به فیلم‌های علمی تخیلی علاقه داشته باشین احتمالاً می‌دونین منظورم چیه. توی یه فیلم آدم‌ها به دلیل سرما و یخبندان جون خودشون رو از دست میدن و توی یه فیلم دیگه به دلیل سیل، زلزله یا حمله موجودات عجیب فضایی. جالب اینجاست که همیشه قهرمان‌های داستان زنده میمونن و دوباره زمین رو آباد میکنن. بیاین چند لحظه خودمون رو جای قهرمان‌های اون داستان‌ها بذاریم. با دست خالی که نمیشه زمین رو آباد کرد، مگه اینکه یه پناهگاه امن به کمک ما بیاد. خوشبختانه چند سالیه که این پناهگاه امن در مجمع الجزایر سوالبارد، نروژ، در 100 کیلومتری قطب شمال ساخته شده. در ادامه بیشتر در مورد این پناهگاه عجیب و کاربرد اون صحبت میکنیم. خوشحال میشیم ما رو همراهی کنید. اما لطفاً قبل از شروع کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. هدف از ساخت این پناهگاه، خزانه جهانی بذر که به خزانه روز رستاخیز معروفه، در سال 2008 در عمق 150 کیلومتری یک کوه ساخته شد و در 100 کیلومتری قطب شمال در نروژ قرار داره. هدف از ساخت این پناهگاه حفظ تنوع زیستی کشاورزی بر روی کره زمین در صورت وقوع یک فاجعه جهانیه. در این خزانه بذر بیش از 1,000,000 نمونه بذر از 6,000 گونه گیاهی نگهداری میشه که از 89 بانک بذر در سراسر جهان جمع‌آوری شدن. مقاومت پناهگاه. ساختمان این بنا به گونه ایه که در برابر تمام بلایای طبیعی از جمله زلزله مقاومه و در صورت بروز جنگ، بیماری و سایر بلایای طبیعی میتونه دوباره امکان کشت تمام گونه های گیاهی رو بر روی کره زمین فراهم کنه. ورودی این بنا یک تونل بتونیه که به 3 اتاقک مستقل منتهی میشه. هر کدام از این اتاقک ها میتونن تا 1,500,000 نمونه بذر رو در خودشون جای بدن. این خزانه توسط دولت نروژ اداره میشه، اما تمام کشورها و سازمانهای جهانی میتونن نمونه بذرهای خودشون رو در اون نگهداری کنن. بذرها در این خزانه در دمای منفی 18 درجه سانتیگراد نگهداری میشن و پیشبینی میشه که صدها سال باقی میمونن. هدف از ساخت این خزانه فقط مقابله با بلایای طبیعی نیست، چون حتی اگه تغییرات آب و هوایی باعث تخریب زیستگاه ها و ایجاد بیماری های مختلف بشه، باز هم میتونه حیات انسان رو نجات بده. چون هدف اینه که اگه یک بحران جهانی در کشاورزی رخ داد، بشه با کمک بذرهایی که در این خزانه نگهداری میشه دوباره محصولات کشاورزی رو احیا و بانک های مواد غذایی رو پر کرد. بشر تا کنون از 6,000 گیاه مختلف برای تغذیه خودش استفاده کرده، اما کارشناسان سازمان ملل متحد معتقدند که تغییر شیوه مصرف در جوامع باعث شده که انسان‌ها 40% کالری روزانه خودشون رو از 3 محصول اصلی ذرت، گندم و برنج دریافت کنند. به همین دلیل حفظ و نگهداری بذرهای این 3 گیاه اهمیت بیشتری داره. امیدواریم هیچگاه نسل بشر با چنین فجایعی مواجه نشه، هرچند طبیعت به ما نشون داده که هر لحظه آماده است که به گونه ای از ما زهر چشم بگیره. از این رو باید همیشه آماده باشیم. این ویدیو هم به پایان رسید. حالا شما به ما بگین، به نظرتون ممکنه بعد از یک فاجعه طبیعی کسی هم زنده بمونه و بتونه از این خزانه استفاده کنه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستاتون معرفیش کنید. ممنون که با ما همراه بودید.